جعفر طیار، فرمانده برجسته اسلام. در این پادکست قرار به سراغ یکی از شخصیت‌های معروف تاریخ اسلام یعنی جعفر طیار برم، پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. ابو عبدالله جعفر ابن ابی طالب ابن عبدالمطلب، مشهور به جعفر طیار و جعفر ذوالجناحین، سومین فرزند ابو طالب و فاطمه بنت اسد بود. جعفر پسر عموی پیامبر اسلام و برادر بزرگتر علی ابن ابی طالب و از صحابی برجسته پیامبر اسلام بود و مطابق نقل برخی منابع دومین شخصی بود که پس از علی ابن ابی طالب اسلام آورد. جعفر ابن ابی طالب نزد پیامبر اسلام مقام و منزلتی ویژه داشت و پیامبر اسلام وی را به سرپرستی کاروان مسلمانان در جریان مهاجرت به حبشه انتخاب کرد. پیامبر اسلام پس از بازگشت جعفر از حبشه به وی نمازی آموخت که در اسلام به نماز جعفر طیار مشهوره. جعفر سرانجام در جنگ موته کشته شد و مزار وی همکنون در اردن قرار داره که به دست گروهک داعش تخریب شد. تولد جعفر رو 20 سال پیش از بعثت دونستند. وی از طایفه بنی هاشم و از قبیله قریش بود و پدر وی ابو طالب و مادرش فاطمه بنت اسد بود. جعفر سومین فرزند ابو طالب پس از طالب و عقیل و پیش از علی بود. از دیگر کنیه های جعفر کنیه ابوالمساکین بود که به دلیل ملازمت با فقرا و مساکین و احسان به اونها به این نام شهرت پیدا کرد. همچنین به وی طیار و ذوالجناحین هم گفتند که پس از کشته شدن و از دست دادن دو دستش در این نبرد به این لقب ملقب شد. پس از کشته شدن جعفر ابن ابی طالب در نبرد موته و رسیدن این خبر به پیامبر اسلام که جعفر در جنگ دو دستش قطع شد، پیامبر اسلام بیان کرد که در بهشت به جای این دو دست به جعفر دو بال داده میشه که همراه ملائکه پرواز میکنه و از این جهت به جعفر طیار و ذوالجناحین معروف شد. اگه تا اینجا پادکست رو دوست داشتید، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. در منابع تاریخی نام همسر جعفر اسماء بنت امیس ابن نعمان ذکر شده و فرزندان وی عبدالله، اون، محمد و احمد هستند که همگی فرزند جعفر و اسماء بودند. پس از اینکه ابو طالب دچار فقر و تنگ دستی شد، مطابق نقل ابن هشام و طبری برادرش حمزه و مطابق نقل دیگه برادر دیگش عباس کفالت جعفر رو بر عهده گرفت و تا زمانی که جعفر به سن بلوغ رسید و به دنبال کسب و کار رفت، در خانه عموی خود زندگی می کرد. جعفر کمی پس از اسلام آوردن برادر خود علی مسلمان شد و مطابق نقل برخی منابع از اولین مسلمانان و مطابق نقل ابن حجر عسقلانی وی 26 یا 32 مردی بود که مسلمان شد. جعفر ابن ابی طالب از محبوب ترین افراد نزد پیامبر اسلام بود. پیامبر اسلام از غنایم غزوه بدر به جعفر سهمی داد، با اینکه وی در این نبرد حضور نداشت. همچنین مطابق نقل ابن سعد در کتاب طبقات، پس از غزوه خیبر هنگامی که پیامبر اسلام جعفر ابن ابی طالب رو دید که از حبشه بازگشته، اون رو در آغوش گرفت و گفت به خدا قسم نمیدانم برای دیدار جعفر مسرور باشم یا برای فتح خیبر، و سپس نماز جعفر طیار رو به وی آموخت. این موارد نشون دهنده جایگاه والای جعفر ابن ابی طالب نزد پیامبر اسلامه. جعفر ابن ابی طالب همواره مورد تمجید مورخان و محدثان اسلامی بوده. ابو نعیم اصفهانی بیان می‌کنه که جعفر ابن ابی طالب مردی بود سخاوتمند،
خطیب، شجاع و عارف و یا ابن قدامه وی رو فردی بردبار و متواضع میخوند. همچنین ذهبی از عالمان برجسته اهل سنت نقل میکنه که جعفر ابن ابی طالب دارای مقامی والا، سید شهیدان و مجاهدان اسلام است. اولین نقش برجسته جعفر ابن ابی طالب در اسلام در ماجرای مهاجرت به حبشه بود. در سال پنجم بعثت و به دنبال آزار مسلمانان توسط اهل مکه، گروهی از اونها به دستور پیامبر اسلام از مکه به حبشه مهاجرت کردند که سرپرستی کاروان بر عهده جعفر ابن ابی طالب بود. نقل شده که تعداد اونها 82 مرد به غیر از زنان و کودکان بود. پیامبر اسلام به مهاجرین گفت که گروهی از شما به حبشه هجرت کنید، زیرا پادشاه این کشور فردی صالح است و به هیچ کس ظلم نمی کند. نجاشی پادشاه حبشه پس از ورود مهاجران مسلمان اونها رو به دربار خود طلبید. جعفر ابن ابی طالب خطاب به نجاشی گفت: من آنچه را از راهنما و پیامبرم شنیدم خواهم گفت. سپس جعفر به منزله سخنگوی اسلام چنین گفت: ما را پیامبری آمده که ما را به کنار گذاردن بت‌ها، ترک رباخاری، حرمت ظلم و خونریزی به غیر حق، حرمت فحشا و پلیدی امر کرده و ما را به نماز، زکات، عدل و احسان ملزم ساخته. سپس نجاشی از جعفر پرسید: آیا از آنچه پیامبرتان آورده چیزی به همراه داری؟ و جعفر هم آیه هایی را از سوره مریم که جایگاه مریم و عیسی ابن مریم را روشن می کرد و خوند و نجاشی با شنیدن این آیه ها سخت مورد تأثیر قرار گرفت. نجاشی پس از شنیدن سخنان جعفر ابن ابی طالب، اهل مکه رو که با هدایای نزد وی اومده بودند تا مسلمانان رو برگردونند رو از حبشه اخراج کرد و مسلمانان در امنیت کامل در حبشه زندگی کردند. حضور مهاجران مسلمان تا اواخر سال ششم هجری ادامه داشت و در این مدت مطابق نقل برخی منابع، نجاشی به دست جعفر ابن ابی طالب مسلمان شد. پیامبر اسلام قبل از غزوه خیبر از نجاشی خواست تا مسلمانها رو برگردونه و نجاشی هم پذیرفت و جعفر ابن ابی طالب و دیگران رو به همراه عمرو ابن امیه زمری، سفیر پیامبر اسلام، با دو کشتی به مدینه فرستاد. پس از جنگ خیبر و بازگشت مهاجران از حبشه، در سال 8 هجری پیامبر اسلام جعفر ابن ابی طالب رو به عنوان فرمانده اول سپاه اسلام به نبرد موته فرستاد تا با سپاهیان روم شرقی بجنگه. وی بیان کرد: اگر جعفر کشته شد، زید ابن حارثه فرمانده خواهد بود و اگر او هم کشته شد، عبدالله ابن رواحه فرماندهی را به عهده بگیرد و اگر او هم کشته شد، فردی را از میان خود انتخاب کنید. جعفر ابن ابی طالب سرانجام در جنگ موته در سال 8 هجری کشته شد. مطابق نقل طبری، جعفر پرچم را در دست داشت و می جنگید. هنگامی که دید دشمن اون را احاطه کرده، از اسب خود پیاده شد و اون را پی کرد. سپس جنگی تا دو دستش قطع شد و کشته شد. مطابق نقل برخی منابع، جعفر هنگام کشته شدن 41 سال سن داشت. مدفن جعفر و دیگر کشته شدگان موته در منطقه‌ای به نام مزار در نزدیکی اردن واقع بود و مطابق نقل برخی منابع، قبر جعفر ابن ابی طالب، عبدالله ابن رواحه و زید ابن حارثه در یک جا بود. این مقبره سرانجام توسط گروهک داعش تخریب و به آتش کشیده شد. ممنونم که تا پایان این پادکست همراه من بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.